سلام سلام سلام، خیلی خوش اومدین. قسمت سوم روتو گلوری هست که در خدمتتون هستیم با این اپیزود. یک شنبه ما پخش نداریم، برای همین این اپیزود دوشنبه پخش میشه. دمتون گرم واسه ساپورتی که تا حالا داشتیم. قسمت 1 و 2 بریم ببینیم که چه تغییراتی تیم دادیم، چه بازیای کردیم، چیکار کردیم، چیکار نکردیم. بریم و بیایم. قبل هر چیز لطفاً ساب بکنین، کامنت بدید، لایک بکنین ویدیو رو، بهم بگید که چیکار کنیم، چیکار نکنیم، چه چیزی رو بهتر بکنیم، چه چیزی رو بدتر بکنیم، حذفش بکنیم، اضافهش بکنیم و این جور چیزها. ریشم هم زدم، نمیخواد اینو کامنت بدید. دمتون گرم، بریم ببینیم 0 تا 100 قسمت سوم. بریم شروع کنیم این هفته رو. اول از همه دیویژن رایوال یه بازی دیگه باید انجام بدیم که بتونیم از این گروه بیایم بالا، یعنی گروه که یعنی بریم به دیویژن 9. این تیممونه تیم حریف هم با هم دیگه نگاه میکنیم. یه کورنر اینجا به دستمون اومد، رودریگو یه پاس خوب به کوتینیو و یه کوتینیو چه فینسایی میزنه توی این بازی، خودش کارت خوبه، پیسش پایین عالی خوبه. و اینجا هم اوکامپوس که یکی از بازیکن‌های خوب تیممونه، رایت لفینگ فوق‌العاده خوبیه. اینم الان گل دوم. اینجا راول هیمنز حریف یه گل زاویه بسته، ولی خب دفاع من هنوز اونقدر خوب نشده، بعد آپگرید انجام بدم. اوکامپوس اینجا یه پاسکاری با ایساک و رودریگو، رودریگو به ایساک، رودریگو دوباره خودش. خیلی بد گل رو خورد، خیلی بد گل رو خورد، واقعا بد خورد گل رو. بازی 3-1 میبریم و سه تا بازی سه تا برد رفتیم دیویژن 9 و فکر کنم 75 تا هم رفت روی، نه نمیدونم چند رفت روی ویکند لیگمون آماده شدیم. اینا بازیکنایی که فروختیم، اوکامپوس تا اونجا که یادتون باشه دبل به ما داده بود و اینا، و تا اینجا ما 22000 کوین داریم تو انبار تازه با بازیکنایی که خریدیم و تو آپگرید کردیم. بریم این سیزن پروگرس ها و مایلستون ها و فاندیشن ها رو هم باز بکنیم. اول توی مایلستون استادیوم دیولپمنت ها اینا خیلی براتون میاد، همینجوری که بازی میکنید اینا دونه دونه براتون همینجوری خواهد اومد. ریدیم بکنید که دیگه اون قرمز هم بالا نمیاد، اعصابتون خورد میشه. فاندیشن رسیدیم به دیویژن 9. اینجا یه کوین بوست میده برای 5 تا بازی، هر بازی 500 تا. بعد اینجا هم که یه پک بهمون میده، یه گولد پلیر پک هستش، میریم اونا رو باز میکنیم. اینا که همون تیفو ها و نمیدونم کلاب ابجکتیو باز اورال اسپرینگ، کورال اسپرینگ بهمون داد. بیا این از کورالاش که بهمون داده، از هانگری مانگی ابا فکرم ایران ولی هانگری بود، لهستان، نه لهستان یا. و اینم پستش، پستشیو رنگ پسته ای زمینه. و یکی دیگه هم مونده که پک های تیفو هاست، هم اسکیپش نکردم ولی باشیکتاشه، تیفو های باشیکتاش اگه طرفدارش هستین آپشن بدی نیست. گولد پلیر پک هامونم باز میکنم، یه دونه ریر داره، امیدوارم که یه دونه بورد بگیریم. بورد نمیگیریم. مکس یه لفت بک خیلی خوبه. بعد خدمتتون عرض کنم اینم بازیکنایی گرفتی همشون آن تریدبلن ولی به درد میخوره توی اس بی سی ها و این حرفا در آینده بهمون به درد میخوره. یکی از اس بی سی ها که من انجام ندادم لتس موو فوروارد بود، اینم بهتون پیشنهاد میکنم انجام بدید. یه پلگر پیک نان رر بهتون میده ولی همون نان رر میتونه براتون توی اس پی سی ها که انجام میدید کمک کننده باشه. برونز هم میخواد، یعنی بازیکن آنچنانی نمیخواد، هرچی برونز آن تریدبل دارید بدید، یه 3-4 تا گلد آن تریدبل میگیرید. ولی ممکنه توی اون گلد ها مثلا یه چیز خاصی یهو باشه که به درد بخوره، مثلا فوفانا برای اونی که پریمیر لیگ دفاعش، بازیکن قابل استفاده یه میشه ازش استفاده کرد. دومی هم سی ام یا میدفیلد هاست، سه تا سی ام برونز بدیم. من سی ام نداشتم، سی ای ام دادم،
برونز یا سی دی ام، یعنی فقط سه تا میخواد دیگه، سه تا اونجا بذارید همه چیش اوکی میشه. ببینید دوسیس و برناندو روزا رو دادم با رابرتس، اینا رو هم گذاشتیم تو. و اینجا دوباره یه دونه پلیر پیک دیگه به همون میده. من توی این پلیر پیک آپشن دیگه هم داشتم، مثلا برای مثال به غیر از بوریگاد که برداشتم کیتار هم داشتم، ولی خب بوریگاد گفتم چون فرانسویه، تیم ما هم به فرانسوی میخوره یه مقداری، اون وسطش به لیگ فرانسه میتونه استفاده بکنیم. میکس اتک هم سه تا برونز میخواد، یه استرایکر، یه رایت وینگ و یه لفت وینگ، یه دو تاشون بعد از هم یک کشور باشن. راحت هم میتونید پیدا بکنید توی برونزاتون و اونم انجام بدید. اینم استرایکر و دروازه‌بانم که به عنوان گروه ریوارد بهتون میده. منم اینجا دوباره یه فرانسوی دیگه برداشتم، بنفورد رو میتونستم بردارم ولی برنداشتم دیگه، همون اول زدم. و توی دروازه‌بانم هم دوباره یه فرانسوی از لیگ اسپانیا لاکومته رو برداشتم، یه لکومته. کاموینگا یکی از اون چیزهایی که انجام بدید، خیلی راحته 10 تا گل بزنید با بازیکن پلیر می لیگ، لالیگا پلیر 12 تا باشه، نمیدونم 9 تا بازی ببرید راحت میشه گرفتش. کلایورت هم تو کلایورت بعضی چیزاشو میشه هم تو رایوال زد هم میشه توی اسکواد بتل، خیلی راحت میتونید اینو انجام بدید. و نیو بیگینینگ 4 تا بازی ببرید توی نیو بیگینینگ فاست فرندلی، 10 تا گل بزنید و 8 تا اسیست بکنید، 3 تا پک بهتون میده و در آخر هم یه پرایم الکتروم پلیر پک. همش میمونن تریدبلن ولی به درد بخور هستن. یه دونه اسپیشی دیگه هم اومده بود که برای موو آلابا بود به رئال مادرید، خیلی راحت اینجوری انجامش دادیم. هرچی من آن تریدبل داشتم و گذاشتم توی ترکیب، به جاش پکی که گرفتم تریدبل بود. حتی اگه برونزم به هم میده تریدبل، یه چیزی که پول نبود و به کوین تبدیلش کردم. خدمتتون بگم اینجا بازش کردیم، الکتروم، اسمال الکتروم و ریر هم نیستش، ولی اسمال الکترومیه که به همون یه سیلور ریر داد با چند تا بازیکن دیگه که حالا میبینید. بفرمایید، سه تا گولد داد، سه تا نقره و همه اینا حداقل هر کدوم 250 تا هم فروش بره برای ما کوین حساب میشه. اینا رو همه رو ما گوشیم برای فروش، جیرود، کسن و فلک اینها رفتن برای فروش، اوهر هم گذاشتیم برای فروش، چکش هم کردم ببینم از اون سیلورایی هستش که 2000 تا باشه هم نیستش و میگل لوئیس هم همینطور، این هم چک کردیم. این به نظر من سیلورا رو همیشه چک بکنید، حالا مثلا وسطای بازی که میرسه وسطای سال سیلورا بعضیشون خیلی قیمتشون بالا میره. توی روتوگلوری هر چی تریدبل هست میفروشیم، هر چی آن تریدبل هست نگه میداریم برای اس پی سی یا بازی کردن. خیلی ممنون که تا اینجا برنامه با ما بودید و یه ذره اپیزود شورتی بود، فکرم بودم میشه 9 دقیقه، ولی خب همونجور که گفتم کاموینگا رو انجام بدید، این بازی با یه برونز و یه سیلور هم انجام بدین، یه سری پکا براتون جمع میشه. خب منم این کار رو میخوام بکنم و اگه بشه تو اپیزود بعدی، حالا اگه کاموینگا نشد، اون سه تا پک یا دو تا پک رو حتما باز بکنم و بتونم تیمو ببریم جلو. این سری برنامه میخواد براتون یه راهنما باشه. حالا من نمیشینم توی ویدیو کل بازی رو انجام بدم پخش بکنم یا مثلا همه پک ها رو کامل کامل بذارم، اون چیزایی که خیلی مهمه رو میذارم و شما میتونید بازی رو انجام بدید. همتون بازیتون از من خیلی بهتر و خیلی راحت‌تر هم میتونید بازی رو انجام بدید و پک ها رو بگیرید، شاید بعضی وقتا تا از من جلوتر هم بیفتید بازیکنایی که بهتون بده. مثلا برای مثال دیدید که من این بازی رو پری اوردر نکرده بودم توی این اکانت رو تو گلوری که اون وانس تو واچر هم نگیرم، پس در نتیجه یه ذره اون گرایند کردنه سخت‌تره توی این سری برنامه. ولی بازم دمتون گرم، مرسی تا اینجا با ما بودید، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و به دوستاتون هم بگیم اون لایک قشنگر هم حتما 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 بزنید. ببینیم اپیزود چهارم چی کار میکنیم، این اپیزود سوم بود دیگه. دمتون گرم، صفر تا صد، هلاک.